قانون‌های شورشی. گروهک منافقین که چند سال قبل با اخراج از پادگان اشرف و اقامت موقت در کمپ لیبرتی مسیر راهبردی خود را تغییر داده، شیوه و روش دهی 60 را احیا نمود. با حمایت مریم رجوی و با فعال شدن مهره‌های خاموش منافقین در داخل کشور، هسته‌های چند نفره موسوم به قانون‌های شورشی در داخل کشور تشکیل و شروع به فعالیت‌های خرابکارانه کردند. دستورالعمل گروهک منافقین برای هسته‌های داخل کشور ابتدا با یکان شورشی آغاز شد. مفهوم یکان از واژه ریاضی آن گرفته شده است. یکان در مقابل دهگان و صدگان. آنها بهترین راه برقراری ارتباط را در بستر شبکه‌های مجازی یافتند و توانستند با سوء استفاده از امکانات این رسانه ارتباطی پروژه اغتشاش در کشور را کلید بزنند. در اغتشاشات دیماه سال 96 گروهک فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی را در داخل کشور شناسایی و به طور رسمی دستور شروع عملیات‌هایی را از طریق قانون‌های شورشی صادر کرد. این قانون‌ها متشکل از 2 یا 5 نفر از اعضای فرقه رجعی بودند. مأموریت‌های قانون‌های شورشی در 2 مرحله خلاصه می‌شد. مرحله اول شعارنویسی، تولید و توزیع تراکت و تهیه فیلم و عکس از اغتشاشات. مرحله دوم آموزش‌های پارتیزانی برای تقویت قانون و تشکیل نیروهای مسلح شورشی، در واقع همان میلیشیای فرقه رجوی که در سال 1358 تشکیل شد. آنها در یکی از جلسات درون گروهی با حفظ روحیه و ماهیت تروریستی خود اعلام می‌کنند که تنها راه خارج شدن از بن‌بست فراخوان و بیانیه اقدام پارتیزانی و مسلحان است. سرپرهای نفاق که همان رابط منافقین در خارج از کشور هستند، تلاش خود را برای ارتباط گیری و ایجاد انحرافات فکری آغاز کردند.